بسم الله الرحمن الرحیم. سرخطای چند خبر مهم و فوری از افغانستان. جا به جای دست کم 1000 عضو طالبان پاکستانی در تخار. واکنش تند امرالله صالح بر رفتارهای ضد بشری طالبان در افغانستان. و در ادامه این گزارش، شرط بزرگ آمریکا برای به رسمیت شناختن دولت طالبان چیست؟ برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. منابع معتبر گزارش می‌دهند که جا به جای نزدیک به 1000 عضو طالبان پاکستانی در تخار. در چند روز گذشته گروه گروه از اعضای تحریک طالبان پاکستانی و وزیرستانی های شمالی به ولایت تخار در شمال شرق افغانستان رسیده و روند کوچ اجباری و دست جمعی مردمان بومی این ولایت را آغاز کردند. بعد از آن که مقامات گروه طالبان اعلام کردند که به منظور کاهش نگرانی های دولت پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستانی را به شمال افغانستان منتقل می کنند، روند جابجایی نیروهای اعضای تحریک طالبان پاکستان در ولایت تخار آغاز شده است. اعضای این گروه تروریستی به کمک طالبان در ولسوالی های هممرز با تاجیکستان هجوم آورده و باشندگان محل را که تاجیک ها و ازبک ها هستند مجبور به کوچ دست جمعی کرده و خانه هایشان را به زور برای خود گرفتند. منبع از ولسوالی خواجه غار گزارش می دهد که دست کم 250 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان از دو هفته به این سو در پل کوکچه از مربوطات ولسوالی خواجه غار جای گرفتند. از ولسوالی دشت قلعه نیز گزارش می رسد که حدود 300 عضو تحریک طالبان پاکستان در جریان 10 روز گذشته در نزدیک دروازه ورودی ولسوالی دشت قلعه جای گرفتند. طالبان چند ماه پیش پاسگاه‌های سرحدی با تاجیکستان را از حضور طالبان محلی خالی کردند و افراد جدید را در آنجا گماشتند. گفته می‌شود که گماشته‌های جدید اعضای TTP پاکستان هستند که آنها همه ایشان با سلاح‌های مختلف مجهز هستند. یک باشنده ولسوالی دشت قلعه که در بازار این شهرستان فروشگاه دارد گفته است که اعضای تحریک طالبان پاکستان با نشانهای TTP در بازار محلی گشت و گذار می‌کنند و اعضای طالبان نیز گاهی آنان را همراهی می‌کنند. از ولسوالی خواجه بهاءالدین نیز گزارش می‌رسد که در روزهای اخیر حدود 250 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان و وزیرستانی‌ها نیز به شهرستان خواجه بهاءالدین از دیگر شهرستان‌های مورایی کوکچه تخار جای گرفتند و دستور تخلیه یک روستای 300 خانوادگی را دادند. باید افزود که 3 روز پیش به مردم بومی هشدار داده شده بود که در کمترین فرصت خانه‌هایشان را ترک کنند. منابع معتبر گزارش می‌دهند که بیشتر از 200 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان چند ماه پیش نیز در کندک نیروهای سرحدی سابق در شهرستان خواجه بهاءالدین مستقر بودند که در بازارهای محلی و مناطق مزدحم گشت و گذار می‌کردند. با گفته این منابع، حالا این افراد با موترهای نظامیان دولت پیشین که در اختیار طالبان قرار گرفته بود در شهرستان خواجه بهاءالدین به گونه آزادانه رفت آمد دارند. و یک گزارش دیگر این که امرالله صالح میگوید گروه طالبان ضد تمدن و فرهنگ است و گروه طالبان برای حل مشکل به سخن باور ندارد، باید آنها لگدمال شود. معاون نخست رئیس جمهور گرزی پیشین افغانستان در واکنش به سخنان نماینده سازمان ملل درباره افغانستان گفته است که گروه طالبان یک گروه به فرهنگ و تمدن است و این گروه به سخن گفتن و گفتگو باور ندارد و باید لگدمال شود. امرالله صالح در واکنش به سخنان نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در برگه فیسبوکش نوشته است که گروه طالبان به گفتگو باور ندارد و باید این گروه لگدمال شود. سازمان ملل متحد باید دست از سیاست تعامل با طالبان بردارد. امرالله صالح همچنان گفته است که عادی سازی طالبان ناممکن است. این گروه ضد تمدن و فرهنگ و به حرف تکلم برای حل باور ندارد. و یک گزارش دیگر این که وزارت خارجه آمریکا میگوید ابزارهای برای پاسخگو کردن طالبان داریم. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که هنوز ابزارهای برای پاسخگو کردن طالبان در مورد دسترسی زنان به آموزش را در اختیار دارد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه 31 جوزا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش در این مورد گفته است که قبلا از من شنیده اید که رفتار ما با طالبان با رفتار آنها با زنان و دختران در افغانستان مربوط است. او با اشاره به تمایل گروه طالبان مبنی بر رسمی شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی گفته است که رعایت حقوق زنان یک موضوع کلیدی مربوط به تمایل طالبان به پذیرش و مشروعیت بین المللی می باشد. و در ادامه گفته است تا زمانی که طالبان به نیمی از جمعیت خود اجازه ندهد که از حقوق و مزایایی که نیمی دیگر جامعه برخوردارند مستفی شود، نه تنها افغانستان را به عقب میراند بلکه در مقابل تمایل خودشان نیز میایستد.
باید افزود که گروه طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دانشگاه ها را نیز برای دانشجویان دختر مسدود کرده است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از این که تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.